من دارم چگونگی باخبر کردن مردم برای شروع تظاهرات رو توضیح میدم، یعنی شکل تظاهرات رو. بعضی ها میان شلوغش میکنن یا نمیذارن مردم واقعیات رو بدونن، میگن بله خمینی با یک نوار آمد و پیروز. خیر، باید ببینیم چگونه به پیروزی رسید، چه راههایی و اینا رفتند که به پیروزی رسیدند. عبور از این که بسیاری از این مسائل زد و بند بود، ولی کشاندن مردم به خیابونها برنامه‌های اصلی بود که اینها پیش‌زمینه‌هایی بود که انجام شد و در نهایت به 22 بهمن کشید. پس اون کسانی که آگاهانه وارد اپوزیسیون شدند، آگاهانه در رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند و برای بیگانگان کار می‌کنند که چک‌های کلان هم دریافت می‌کنند. فرض بگیرید افراد میان نظر من رو در رابطه با ایکس و ایگرگ میگم، خب اینا کارمندان دولت‌های متفاوت هستند، پولشون رو دارن میگیرن، کارشون هم دارن میکنن، ولی وابسته به دولت‌های بیگانه هستن، بدون پروانه اونها آب هم نمیخورند. صحبت من به طور کلی متفاوت است با هر ارگان و هر سازمان و هر نهاد و یا هر رسانه‌ای که شما دارید میبینید. به هیچ عنوان هیچ شباهتی جنبش فدایان ایران به هیچ کس و هیچ سازمانی تا به امروز نداشته و نداره. ما کسانی هستیم که فقط برای رسوندن مردم به پیروزی سعی و تلاش داریم میکنیم. حال این مردم چه انتخابی خواهند داشت به خودشون ربط داره، و ما به هیچ عنوان نه به کشوری وابسته ایم، نه به دولتی وابسته ایم، نه به سازمان سیاسی وابسته ایم، نه به سازمان مذهبی وابسته ایم، به هیچ کدوم. نه شعار سیاسی در دهان مردم میگذاریم، بلکه شعار حقوقی است. مگر این بچه‌هایی که امروز در زندان‌ها هستن، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان، دارن شعار سیاسی میدن؟ خیر. شعار ایدئولوژیکی میدن؟ خیر. شعار حقوقی دارن میرن به زندان میافتن. به خاطر دستگیری سگشون به زندان افتادن، کتک خوردن، شکنجه شدن، شلاق خوردن و توبیخ گشتن. به خاطر داشتن اعتقادات سیاسی نبوده، شعار سیاسی ایدئولوژیکی ندادند. یا کارگرانی که اومدن به خاطر حقوقشون، حقوق از دست رفتنشون گرفتار آمدند. پس بنابراین سازمان ها و یا گروه هایی که در خارج از کشور هستند و ساز خودشون رو تا به امروز زدن، میخوان سوء استفاده های سیاسی بکنن از این مطالب، در صورتی که به هیچ شکلی مثل آب و روغن میمونه، نمیتونی این دوتا رو با هم قاطی بکنی. اول باید حقوق ملت ایران داده بشه، کاری که جنبش فدایان ایران از روز نخست تا به امروز انجام داده.